درود و سلام خدمت شما دوستای عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم به چینل خودتان. انشالله که جور و صحت باشین. بازم حاضر شدم خدا را شکر که یک ویدیو جدید به خاطر سال نو اف میوه آماده کنم. نظر به خواهش یک خواهر نازنینم گفتم باشیم که اف میوه آماده کنم و شما هم تیار کنین. دوستای عزیز، مواد لازمه را شما میبینین که ماندیم برتان. یک گیلاس هست، خودتان به چیرش آشناستین به این میوه خشک و حالا بر شما طرز آماده کردن شه میگم. دوستای نازنین، افت بار میوه خشک میشویم. البته کشمش هست، کشمش پلویست، شما میتونین از کشمش سبز هم کار بگیرین، هیچ کدام فرق نمیکنه. یک و نیم پیاله کشمش است که افت بار باید بشویم که خاک و همه چیزش از بین بره. حالا شسته با آب کم شیرگرم تا خوب صحیح پاک شد. دوستا عزیز، بعدا کشته را می شویم. یک پیاله است کشته که بدون خسته است، یک غولنگ است و یک کشته است که باید باشه که آب او البته اف میوه را شیرین می سازه. اف بار هی را می شویم پاک صفا، بعد از او قدم به قدم پیش می رویم. دوستای نازنین، غولنگه میشویم. یک پیاله غولنگه 200 گرام، همش 200 گرام است و کشمش 1.5 پیاله است. دوستای نازنین، به خاطر که کشمش شیرین میسازه اف میوره، به او خاطر زیاد گرفتم. شما میتونین که از کشمش سبز هم کار بگیرین. دوستای نازنین، آله سنجت میشویم. سنجت هم یک پیاله است 200 گرام. آل پاک صفا میشویم اف بار، بعدن باز به یک ظرف دیگر اما میوه خشک یک جا تر میکنم. دوستای نازنین، آب هم اندازم. البته آب مدنی است، شما میتونین آب جوشم سرد بسازین و به اف میویتان پرکین. آله مندازم و 1.5 لیتر اول انداختم، بعد از او 1 لیتر دیگرم مندازم که 2.5 لیتر آب شوه. به 1 ساعت میگذارم، بعد آله چیره بادام 1 پیاله 200 گرام است. بادام بر 1 یا 2 دقیقه جوش میتون، با آب جوش، البته آب جوش بود، انداختم برای 1 یا 2 دقیقه جوش دادم، کاملا پوستش نرم شده. بعد از او باز آبش صاف میکنم، به لای یک تکی پاک مندازم و فشار داده پوستایش پاک میکنم. دوستای نازنین، به می رقمی که من پوست میکنم بسیار آسان و ساده است. دوستای نازنین، بعد از او با وقتی که پوست کردم با آب سرد مندازم، یک بار پاک صفا با آب سرد میشویم، بعد از او باز به اف میوه، البته با اف میوه یک جا کرده و سرشما کم میگم. دوستای نازنین و میربان، با آب جوش انداختم و آله پستره میمانم که بر 1 دقیقه یا 2 دقیقه جوش بخوره. 1 دقیقه کافی است چون پوستش نازک است، زود نرم میشه پوستش. دوستای نازنین، میبینین که پوستش کاملا زود پوست میشه. آله به لای یک تکه پاک انداختم و با دست فشار داده پاک میکنم، پوستش میگیرم، بعد از با آب سرد مندازم و به کنارم میگذارم تا چارمغز پاک شد. دوستای نازنین، چارمغز با آب جوش مندازم تا بالای حرارت متوسط جوش بخوره به مدت 2 دقیقه. هیچ رای دیگه نداره دوستای نازنین پوست کردن چارمغز.
چون مزه کمه مشکل است بوز کردنش و ای طور که ما جوش میتوم کم آسان تر میشه. یک پیاله چارمغز جوش دادم برای مدت 2 دقیقه و آب که با جوش میتوم آبش دور میکنم و آب جوش دیگه سرش مندازم و تا زمانی که پوست شوه آبش دور نمیکنم. دوستان نازنین چون خدا سخت میکنه و پوست کردنش مشکل میشه و با آب سرد وقتی که پوست کردم انداخته تا رنگش سفید شوه. دوستان نازنین آله آیست آیست پوست میکنم چهار مغزه. بعد از او باز با تمام مواد که ماندیم، البته میوه خشک که باکس پوشیدم، به داخل آب تر کردیم. چهار مغز را مندازم به مدت 1 شب یا 2 شب مانده تا کاملا نرم شوه میوه ها و بسیار میوه عالی میایه. دوستای نازنین بعضی کساس ایلم اضافه میکنن، ایل اصلا ضرورت نیست، ایل انداخته نمیشه به میوه. میمانم که به می رقم البته مزه خودم اف میوه را خراب میسازه ایل. به مدت 1 شب یا 2 شب میمانم، بعضی کساس 3 شب پیش میکنن. دوستان از یک 3 شب پیش شما تر کنین تا 2 روز 3 روز دیگه که شما بعد از سال نو نوشجان کنین، باز خود رنگ اف میوه تاریک میشه. بهتر است که 1 شب یا 2 شب پیش با آب سر تر کرده و سر شما کم کرده و یخچال بگذارین. دوستای نازنین کاملا میوه ها را گد کردم، البته پاک شد میوه ها، میوه خشک و انداختم. آله به مدت 2 روز به یخچال میگذارم تا سال نو یک البته اف میوه عالی تیار شده. دوستای نازنین بعد از یک کدیم روز یا 2 روز اف میوه تیار شد. دوستای نازنین بسیار عالی آمده. شما اگر از این میوه هایی که پیدا نکردین به دلخواه خودتان، البته به میری طور تیار میشه. کشمش سبز هم میتونین اضافه کنین، اف میوه عالی میایه. دوستای عزیز و مهربان، یک سال خوش داشته باشین با فامیل های عزیزتان. اف میوه آماده شد، شما هم تیار کنین. خواهرم که گفته بودن خدا کنه خوش از اونا بیاین، ببخشین که تال خود، چون اگر من زیاد 3 روز 4 روز پیش تیار میکردم افمی خودم هم خراب میشد. عالمی بهترین وقت است، شما میتونید که به می روز تیار کنین و از نوشجان کردنش به روز سال نو لذت ببرین. انشالله که یک سال خوش داشته باشین با صحت کامل با فامیل های عزیزتان. همه شما را به خدای پاک میسپارم، سال خوش و خندان داشته باشین. خداوند نگهدارتون.